مثلا خود ایتالیا یا مثلا از بعض بعض کار و اقتصاد و حقوق ها و اینها به روم خیلی خوشگله ولی خیلی هم کثیفه با دوستان بودم با دوستای دخترم که مثلا راه میرفتیم یارو ممکنه زن داشته باشه مثلا خودش هم با پارتنرش حالا هرچی که هست اون بره ولی مثلا داره بدیم. سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز براتون با سروش اومدیم یکی از بچه‌ای که چند سال موو کرده از ایران به ایتالیا و معماری خونده و می‌خوام راجع به واقعیت‌های موو کردن از ایران به ایتالیا و این چیزا آشنا بشین می‌خونه خب سروشون لطفا بگو داستان تو بگو چه جوری رفتی ایتالیا چی شد رفتی و یه خورده برام توضیح بده آره اول که سلام عرض می‌کنم به بچه‌ها و طرفدارای خوبتون توی چنلتون و اینکه هیچ‌کدش مهم نیست پوینتو بگو <تص <speak> <تص آره راستش <تص> من بازگشتم به ایتالیا یه بازگشت مجدده یعنی مثلا میشه گفتش که من ده یازده سال پیش تو <تص> سن ده سالگی یک بار اومده بودم ایتالیا بعد چه اومدی بابا ما پول دار بودن کانکشن داشتیم خب هیچی نداشتیم هیچ پولی نداشتیم فقط بابام بابام از اینا بودش که اضافه دیدی که دوستاش داره بچه‌هاشو میفرسته ایتالیا و و به من گیر داد که برو یعنی بابام سبب این شد که من بخوام برم من خودم هیچ فکر نداشتم بعد من رفتم مدرسه ایتالیایی رو ایتالیایی سال 2009 رو... فکر کنم اگه اشتباه نکنم بعد رفتی تو مدرسه ایتالیایی 18 سالگی زبانش نمی‌فهمید پدر در نیومد نه خب الان میگم داستان از چه قراره بعد خدمت رو کنم بعد توی رفتی مدرسه ایتالیایی توی تهران اونجا که دو سال من زبان زبانش رو خوندم و بعد دیپلمش گرفتم بعد دیگه قرار بود که دیگه... او بس قبل از که بری دو سال زبان خوندی آره آره, تق... تقریباً آره تقریبا یه سال آره تقریبا یه سال پس داره. خوب وقت داشتی تو وقتی فهمیدی میخوای بری آره ایتالیا آره. تو وقتی بری قشنگ خیلی آره. خوب ولی ولی بعد دیگه خیلی کول cool دیگه داشتم اقدام کردیم که بریم بعد با این... با این خیال که مثلا من میتونم پول بذارم و سربازیم و مثلا وسیقه بذارم و برم اونجا داستانا بعد فهمیدم که نمیشه چون تازه 18 سالمه پیش دانشگاهی تازه رفتم بعد دیگه به هوای این دیگه کنکورم یه جوری از کنکور میخواستم فرار کنم چه بخوام بعد دیگه خیلی قوله بدی کنکور منم قشنگ یادم میاد دهن و بدنش میلرزید وقتی میدونی کنکور داره آره حالا میخندم بعد میگم آخرش باز سرم اومد این داستان بعد خلاصه واسه مدرسه داشتیم درس میخوندیم و من پیش دانشگاهی هم یه جا رفتم یه جای دولتی و بعد مثلا یه جا واسه مثلا یادم انقدر که درسم بد شده بود من یه بار واسه کلاس گسستم و پول دادیم ده هزار تومن به معلمه دادیم که فقط مثلا من رو پاس کنه ده. یه ده بهم بده تمام شده با این وضعیت خلاصه اونجا من زبان خوندم و اقدام کردم برای ویزا ویزا رو حتی گرفتم ولی فهمیدیم که من نمیتونم برم یعنی باید برم سربازی من یادم اون لحظه بابا میگفتم بابا تو رو خدا بابا من مثلا خیلی مثل شما خیلی این بر بر همه رو میشناسه خیلی ارتباطاتش قویه ولی خب فایده نداشت بعد من یادم اون لحظه دیگه تلفن تو آشپزخونه بودم تلفن اینجوری محکم زدم به توی دیوار آشپزخونه گفتم که تفت و این شانس و فلان و این جور داستانی. راستش بعد دیگه به سر به سر رسیدم با این واقعیت که دیگه باید کنار بیاید. برم دفترچه‌م رو پست کنم، من باید برم ایتالیا و فلان و این جور دستانا. خلاصه اینجوری شدش که من یک ماه قبل از اینکه بخوام اعزام بشم 18 یک فروردین سال 1390 اگه اشتباه نکنم یه قانونی اومد واسه معافیت. یعنی دو ماه قبل از اینکه من بخوام اعزام بشم آقا یه قانونی اومد دوستان معافیت و من دیگه چی دیگه اون قانون رو دم... عشق کردم گرفتم و معاف شدم پریدی و... روش نفر اول اصلا شو فرم 0001 آخه آخه خیلی هم قانون عجیب غریبی فکر کنم از ایناست که مثلا یه آدم های خاصی باید میگرفتن و بعد دو ماه هم برش داشتن بعد یه مد... مدت خیلی کوتاهی هم برش داشتن حالا ما اون وسط استفاده کردیم بین ما بود <applause> مثلا شما باید تنها نوه مذکر بالای 18 سال باشی که بتونی از مادر بزرگ کفیل مادر بزرگ سرپرست مادر بزرگت بشی مادر بزرگت هم خب نباید دیگه همسرش در قید حیات باشه و من دو تا خاله دارم و یعنی هیچ بچه مذکری نبود فقط من چیزش بودم بالای 18 سالش بودم و من اونو گرفتم از شانس هم. عجب چیزی آره دو ماه قبل من همونو میهن. دارم برای بابا آه. بعد من تا دیروز بابام باسن منو به من رو جمع میکرد ولی 20 سال پیش من بابام وزیر پرچم من فکر کنم من من موقعی هم که میخواستم برم واکسنشو رو بزنم یعنی این باز دوباره چهار ماه قبل از این بودش که من بفهمم این قانون ها اومده رفته بودم یه جا توی،, توی, تهران پارس یه دونه درمونگا بود ما باید میرفتیم واکسن میزدیم بعد من یه سریار واکسن برای چی؟ نمیدونم یه واکسن یادم نیست اسمش دقیقا چی بود ولی باید یه واکسنی میزدیم ما یادم نیست بعد واکسنه رو که رفتم اونجا واکسن بزنم بعد مثلا من خب خیلی مثلا تیتیش مامانی و خیلی سوسول و نمیدونم مدرسه همه هم غیر انتفاعی بوده و بعد یه, یه سری تیفا دمایی دیده بود بعد کرک و پرم ریخته بود یعنی قالب تویی کرده بودم اینجوری بگم که بای من چی, میخواد بشه یعنی با قالب بلسه... تویی کردم یعنی چی؟ یعنی که در, در در درون احساس هیچی میکنی یعنی دیگه انقدر که تو خالی شد یعنی دا. چیز دا ترسیدی از ترس بعد خلاصه دیگه زد و من دیگه معاف شدم و یه چند ماه بعدش هم دیگه اقدام کردم رفتم ایتالیا ولی رفتم ایتالیا بعد اقدام کردم یه خوری بیشتر توضیح میدی چه اختی اقدام کردی یعنی چی آره مدرسه رفتی اسم نوشتی چه جوری داستان ببین شما وقتی که مثلا مدرسه ایتالیایی میرفتی الان نمیدونم الان چقدر چون ده سال اینطورا ازش میگذره وقتی که میرفتی اونجا وقتی ترم دو رو میخوندی میتونستی برای ویزای توریست ویزای دانشجوی اقدام بکنی بعد من اونو اقدام کرده بودم مشکل سربازی داشتم ولی این آپشن رو داده بودن که اگر شما ترم، به ترم سش رو بگیری که اون سخت داره و دیپلمش رو بگیری بهت یه سال دیگه تم، تمدید میکنن یه سال دیگه میتونی باز برای ویزا اقدام بکنی کسایی که اون مدرک دیپلمه زبان ایتالیایی رو دارم <تصفح> خب من اونو گرفته بودم و بعد تونستم از طریق همون مدرکم هم دوباره برای سفارت اقدام بکنم برای ویزای تحصیلی الان ایتالیایی راحت صحبت میکنی درست میگم؟ تقریبا تا... آره خیلی مثلا میس نیتیو نیستم ولی خب حرف رو میزنم دیگه. نه میفهم. ولی میتونی مثلا بری بگی آقا من آبا آره. شده آبا که بس کنه آره, آره 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 اینا رو, اینا رو دیگه میگم چون ده سال نمیتونم هم ازش ما سر همین جمله برای پنج روز آب نداشتیم خب حالا با یه ایتالیایی؟ مکزیکی سو تقریبا یه زبون آره آره خلاصه خلاصه اینا دیگه من دیگه رفتم ایتالیا و خدمت رو کنم که رفتم میلان میلان که <میلان> 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 رفتم بعد باید من اونجا خب اول وایسا الان 18 سالت رسیدی میلان دخترای خوشگل آزادی رستوران جدید غذای کثافه و خیلی اینا رو توضیح بدین رو هم بگو چه اتفاقی افتاده اول کدوم کدوم رفت خوردی خاک بسن چرا به خاطر اینکه من باید اونجا یه دونه آزمون میدادم برای اینکه بخوام به به دانش وارد اون رشتهم بشم مثلا من رشته طراحی صنعتی می‌خواستم بخونم بعد باید من یه آرزو میگم آرزو باید یه دونه هنوز ب... آز... آرزو تو با آرزو هست یه آزمون بعد میدادم اه... که بعد بتونم وارد اون رشته بشم و بعد بتونم بورسش رو بگیرم یعنی برای ما اینجوری بوده یه آلفا تست بهش میگفتم بعد خب منم لش کرده بودم به مثلا چند تا دوستان تو تهران گفته بودن تو ایران گفته بودن نه بابا اینا چرت و پرت علکی فلانه ما یه دسته شدیم کسایی که اهمیت نداده بودن و یه دسته کسایی که معلم خصوصی گرفته بودن و تو تهران میشستم میخوندن <تصفح> هممون همه اونایی که نذره بودن به فنا رفتن آل... امتحان رو افتادن بورس هم قد بورس هم نتونستن بگیرن در به در دنبال دانشگاه بودیم که مثلا ما رو قبول بکنن اینجا مثلا بتونیم ادامه بدیم زیستن رو اونجا حالا سوای درس خوندن تو افتادی من آره قبول نشدم قبول نشدم چون باید میخوندم آیا تو جزء اونی گروه بودی نه چون من یه جورایی از هم کنکور واقعی فرار کرده بودم هم از یه نیمچه کنکور اینجا یعنی من فکر می کردم که اون موقع دنبال آسون ترین راهه بودم که مثلا بتونم مهم. به یه،, یه،, کاری بکنم بعد نشد و دیگه خیلی دیگه دپرس شده بودم 18 سال من بود وحشتناک عجیب غریب احساس نامفیدی میکردم بعد رفیقامو دیدم مثلا پسره 16 تا مثلا نرم افزار برده اینقدر اسکیل برده از اولمپیاد المپیاد ریاضی اومده بعد من هی خودمو با اون مقایسه میکردم گفتم من دارم چیکار میکنم و هیچی من فکر کنم نزدیک چهار ماه اینطورا بیشتر نکشید که من برگشتم از ایتالیا برگشتم اومدم ایران و اومدم ایران بعد یادم نمیاد مثلا یادم نمیره اون لحظه ای که من اومدم ایران رفتم تو اتاقم فکر کنم به اندازه دو روز داشتم مثلا گریه میکردم به مامانم اینا میگفتم که جبران میکنم براتون نمیدونم او احساس چیز میکردی گناه می‌کردی آره خاطر که آره خیلی محشد. این همه زحمت کشیدین پول خرج کن کار بکن خیلی محشد. من رفتم اونجا ری... آره خ... خیلی اوکی بعد بعد هیچی اونجا بود که بعد من دیگه مثلا یکی از فامیلامو بهم کار داد رفتم توی شرکت مثلا. الان با... سربازیام دیگه. سربازی هم, ما، ما هم, هم. بعد هیچی اونجا دیگه یه شرکت بهم چیز کرد یکی از فامیلامو توی شرکت بازیسازی بود اونجا کار کردم و بعد یه،, یه دوست دخترم داشتم اونجا اون منو معرفی کرد. چون اونجا من رفتم علمی کاربردی معماری بخونم نمیدونم میدونید علمی کاربردی دانشگاه چیه اونا هم بدون کنکور ده. یه دانشگاهی که بدون کنکور معمولا رشته های مختلف رو قبول میکنه بچه رو که برن فهمیدم تا اینجا،, تا اینجا همه چی بدون کنکور بوده تا اینجا هنوز داشته همه چی بدون کنکور میرفته خلاصه بعد منو معرفی کرد به ساختمونسازی سازنده ای در واقع بعد من پیش اون آقای کار کردم خیلی از یه دفعه خیلی خوشم اومده از مثلا فیلد کاریم سر ساختمونی نمیدونم متر میکنی سنت چه میدونم با کارگرها دیل میکنی و اینجور داستانا ولی از اون طرف هم از مثلا از کیفیتی که توی آم چی میگن توی درس و اینا بود راضی نبودم هی, هی بیشتر میخواستم میدونید مثلا به خاطر اون احساسی که از اونجا با خودم آورده بودم انگار که میخواستم خودم رو چی میگن تنبیه بکنم خودم رو بذارم توی فشار بیشتر بعد تصمیم گرفتم بشینم کنکور بدم مثلا بعد دو سال سه سال دیگه خودم تنهایی نشستم مثلا یه سال کنکور دادم اه... بعد آخر گیر آخر گی آخر گیر کنکور افتادم آره. آخر گیر افتادم بعد هیچی کنکور دادم و بعد دانشگاه مثلا دانش... دانشگاه سرسری سراسری مثلا قبول شدم رفتم رشت رفتم رشت و اونجا میتونم بگم که مثلا یکی از بهترین اتفاقهای زندگی من مثلا توی این چهار پنج سالی بودش که مثلا توی توی من زندگی کردم درس خوندم کار کردم رفیق پیدا کردم مثلا بگم گلدن تایم من فقط میتونم بگم چهار پنج سال بود انقدر انقدر پر انقدر پر بار بود برای من خلاصه دیگه اونجا با بچه ها دیگه درگیر بودیم نمیدونم کار بکنیم مسابقه شرکت بکنیم فان چی میگم فانتزی واسه خودمون ایجاد بکنیم با هم دیگه دفتر بزنیم هزار جور داستان این جور داستانا بعد بعد رسیده بود به اینکه دیگه درسمون داشت تمام میشد دوباره من دو تا راه داشتم یعنی من که یه که یه سری دیگه از بچه هامون میخواستن برن خار... مهاجرت کنن برن برای فوق ادامه بدن برن خارج از ایران دوباره بر... یه سریشون بیان ایتالیا یه سریام نشسته بودن کنکور بدن برای ارشد ایران بمونن چون حالا مشکل مالی و فلان اینجور داستان من انتخاب کردم که من با اینا بشینم دوباره کنکور بدم دوباره چرا؟ نمی... ببین بخوام دیپ داون نگاه بکنم این بودش که احساس میکردم که راضی نیستم یعنی مثلا اگه انگار که... بهتر میخواستی بدی؟ نه احساس میکردم که باید باعت... باید, باعت... باید خودم رو به بیش... خودم بیشتر باید فشار بیارم احساس میکردم که مثلا رفت... کنکور نده بودی بود چه احتیاج از دوباره کنکور بدی؟ ام... مثلا اگه میخواستم برم خارج از ایران اپلای بکنم خب پروسه آسونتری میدیدم و میدیدم که مثلا رفیقامونه هم که سر مثلا خیلی خیلی تلاش کردن اینجور داستان ها اونا دارن اینجوری میکنن خب منم برم مثلا یه همچین فازی بودش رتبه وقت... کنکور مهمه یعنی؟ يعني... برای چی؟ تو چرا دادی دا من نهو دو, دو دفعه کنکور دادی؟ خب برای اینکه میخواستم ارشد بخونم یعنی که مثلا تا... برف از معماری بودم بعد تغییر رشته بدم مثلا لند بخونم بعد خب برای این بعد کنکور داد نمیشه همینجوری رفت تو ایران نه دیگه تو ایران باید کنکور آه, آه, بدی آه, okay. بعد کنکور ما بعد رشته های ما دیگه دوتا میشن بعد شما تئوری که میدی هیچی مجاز میشی بعد بعد واسهش دوباره کار کنی چیزم بدی امتحان عملی هم بدی یعنی اسکیس هم ما داشتی. <applause> خلاصه پدرم در اومد یعنی اینجوری بگم بیچاره شدم سر مثلا سر این چیز ولی خب باز قبول شدم مثلا اومدم تهران همین مصاحبت قبول شدم و رفتم درس خوندم و اینها <applause> ولی بعد یه جا به بعد دیگه دیدم که هرچی مثلا زمان میخرم که مثلا ایران مثلا ریشه ریشه به چی میگن ریشه بذارم ریشه بکارم حالا چی هست که کار کنم و مثلا دفتر خودم رو بزنم و اینها دیدم که نمیتونم یعنی باید یه چیزی رو انتخاب کنم یا یا خارج از ایران یا ایران همه چی رو تحمل کنی و حالا هر داستانی که خودمونم میدونیم چی هست دیگه انتخاب کردم که دیگه بیام از ایران بیرون که تقریبا دو سال پیش از ایران اومدم بیرون <تص> ولی همیشه این تو سرم بودش که یعنی هر هر موقع مثلا 4 پنج سال پیش تو کوچه ها را میرفتم همیشه این آرزو رو یعنی من این حرفا رو که زدم این بحث اینه که با یه آرزو مثلا نزدیک 10 سال دارم زندگی می کنم و آرزو چیه و اینه که مثلا بتونم دفتر خودم رو بزنم بین المللی بتونم کار بکنم همون تو کار طراحی ساختمون و اینا آره ساختمون لندسکیپ حالا خیلی لندسکیپ رو روش فشار داری آره چون بیرونی چون خیلی خفنه چون خیلی خفنه چون مسئلهش اینجاست که تفاوت بزرگش با معماری اینه که شما چیزی نمیسازی یعنی هم برای بچه بگم اولین باری که من یعنی با هم کانکت بشیم یه ویدیو بس من فرستاد از خودش توی قبرستون و گفت این قشنگ قبرستون که من تا دیدم بعد مثلا شبیه یه دونه انگار مثلا, ف... مثلا, مثلا دروغ انگار مثلا گرین اسکرین قبال بود آره مثلا مثلا کلا میگم بچه بیرونیه آره اه... د... مثلا طب... چیزی که تو م... مثلا لند اسکیپ هست با تفاوتش با مموری اینه که واقعا شما چیزی نمیسازی دیگه یعنی هر چیزی که هست مثلا گل یا مثلا چهار تا دونه سنگه یعنی باید زور بزنی که یه, یه فضایی رو ایجاد بکنی و بقیه ازش استفاده بکنی من یه درس سختی که گرفتم تو زندگی متاسفانه کسی میگه نگفت این بود که لانسکیپینگو رو باید اونی که هست نگهداری مثلا ده اگه درخت رو یارو کاشتی گفت این یه متر بعد یه که میشه بزنیش ام. من نمیدونستم فکرم خب درخت دیگه یه خونه گرفتیم چه لندسکیپی واقعا زیبایی داشت ام. و من احوه فقط ها آب میدادم بعد از سه سال به گوه کشیده شد چون درختی که باید شده و سه بعد پایش که بعد گل بود در واقع پوینتش اونجا گل بکنه فقط ساقه بود بعد گلا رو آسمون در میومد اومد اصلا گنز بود به تمام لنس که بعد اونجا فهمیدم که خیلی مهمه که تو اگه اینو باید نگهداری آره آره بعد این بعد حالا تو این این نقطه‌ای که الان گیر کرد یعنی در یعنی به چالش افتادم اینه که خب وقتی که شما مهاجرت میکنی بعد میبینی که خب اون جایی که هستی آیا مکان درستی هست مثلا برای چیزایی که بهش فکر میکنی بعد بعد خب حالا اینم خودش یه چالش دیگه دوباره بخوای انتخاب بکنی بری بری یه جای دیگه بعد ببینی که آیا میتونی اونجا مثلا سبد رو باز بکنی یا بتونه برای خودش اینا دونه دونه پرواز بکنه و یکی بالاخره یه تیری بخوره و اینا مثلا میدونی آب بشینه رو زمین مم. که بعد دیدم مثلا توی ایتالیا اون چیزی که میخوام نیستش یعنی حالا چیزی که از جامعه میگیرم حالا به عنوان یه خارجی تا اینکه مثلا الان خارج... الان تو دو سالی که اومدی تو ایتالیا چیکار کردی اومدی اول خونه گرفتی بعد ماشین اه... گرفتی خود از اینا بگو من خب ایتالیا رو یاد بگیرم آره من, بگیرم. اه... آره من... اه... توی ایتالیا که اومدم اه... من, شما ح... من چون اومدم به دوباره اومدم برای اینکه چون راحت ترین راه اینه که بتونی از طریق ده... تحصیلی بیای اینجا مخصوصا آه بس دوباره راست میخوام برم درس بخونم خب... آره آره اه... ولی خب این دیگه چ... یه راهی بود یه راهی بود برای اینکه بتونی فقط پات پاتو بندازی بیاری بیرون از اینجا. <applause> بعد دیگه من همونجا مثلا تو همون یه ماه اول رفتم توی شرکت معماری کار کردم و معماری شهرسازی بود تقریبا همزمان با کار, کار که می... همزمان که درس میخوندم کارم میکردم فول تایم یعنی کل سال تحصیلی دو سال کار کردم دو سال هم درس خوندم یعنی همزمان با هم در... تمام شدن تقریبا ولی ولی دیدم مثلا اون چیزی که من میخوام نیست دیگه یعنی جامعه مثلا به عنوان یه خارجی اون جوری که باید پذیرفته بشم حالا حتی با وجود اینکه زبانشون رو هم تا حدودی میدونم ولی ولی مقایسه می یعنی مثلا. ریسیستی رو احساس میکنی یا یعنی اینکه میگی که, می که به اونایی که آره... ایتالیایی هم بیشتر حال میدن فکر فکر میکنم دقیقا جفتشه فکر میکنم دقیقا یعنی اون دومیه همون اولی رو هم چیزش میشه دیگه دلیلش دلیل اون هم هستش ولی خب مثلا ممکنه که شما به, به حرف نشنوی ولی خیلی نامحسوس تره یعنی مثلا یه دفعه میبینی احساس میکنی که داری, داری, انگار ایزوله میشی حرف میزنی باشون ولی خب تو خونهشون نمیتونی مثلا بری مثلا من یادم من یک یه دختری ایتالیایی دوستم بود بعد اون چیز بود یه خواننده اپرا بود و خیلی آدم خاصی بود بعد من یه بار رفتم سیسیل با پیشش م... رفتم سیسیل سیل پیشش بعد شما فکر کن مثلا برای من یه دونه اتاق گرفته بود ایر بی ام بی بعد خونه خودشون مثلا 50 قدم پایین تر بود یعنی من خودم مقایسه میکنم میگم اگه یه دوست خارجی اصلا هر چی هر دوستی مثلا اگر داشتم میومد شهر ما قطعا شام دعوتش میکردم خونمون قطعا شام دعوتش میگم خونم ولی خب همچین چیزی نبود مثلا برای من خونه رو اونجا رو گرفت بعد مادرش نه اومده مثلا من ببینن ولی احساس میکردم که واقعا تا یه حد حت... تا یه جایی میتونی بری جلو بعد بیشتر از اون نمیتونی بری این غریبه بودنه رو خیلی احساس میکنم و الان فهمیدم خیلی مهمه مهم بعد مقایسه کردم بعد دیدم خب جامعه ایرانی تو مثلا برف از کانادا خیلی که تحقیق میکنم میبینم خب خیلی را خیلی ریشه ریشه های عمیق تری دارن اصلا بچه‌ای که حالا تو اروپا مخصوصا تو ایتالیا دیگه دیگه تو این چالش بودم خدا چی کار کنم مثلا روی ارتباطاتم با بقیه کار بکنم فلان اینا که بعد یه دفعه چنل شما رو دیدم چنل شما رو دیدم یه ذره دیدم که شما چی کار داری میکنی بعد یه دفعه با پوریا آشنا شدم بعد دیدم پوریا دقیقا همونیه که من میخوام باشم دیگه سعی کردم که به طرق مختلف یه کاری بکنم که این, این کانکشنه به وجود بیاد مثلا واسه, واسه پوریا من زیر آخرین پستش مثلا یه سریع دونه پست گذاشتم گفتم ببین من میام کانادا که مثلا باید مثلا کار بکنم بعد مثلا لایک کرد اینجور داستان گفتم حداقل بگم مثلا اینا رو بگم حرفی رو زده باشم م... که که دفعه شما واقعا سورپرایز هم کردین دیگه الان اینجا داریم با هم حرف میزنیم و خب حد هیچی هم هیچی هم نشه من حداقل دارم الان با اون کسی که میخواستم حرفم دارم میزن خب خیلی باسم الان بخشی نه درگه من خوشون دوستشم بدم مثلا ایتالیا چطوره من خیلی دوستم راجبه ایتالیا بدونم که مثلا ام. ایتالیا غذاش خوبه غذاش بعد آدماش مهربونه آدماش بعد خب الان مثلا فرنم میسه چیزاشون دختراش خوشگلن زشتن پسراش خوشگلن زشتن تو مردم و مثلا تو کرخیامو سوت میزنن واسه کسی <متصف> یه خور ایتالیا رو مثلا تع... تعریف کن من تالا ایتالیا ندیدم ببین ایتالیا به نظرم میتونه تقسیم بشه به دو قسمت مثلا بخش شمالیش که میشه توسکانی بخش جنوبیش که مثلا سمت ناپولی مثلا لاتسیو که مثلا روم باشه نمیدونم بعد فلورانس باشه بعد بیای پاینتر پالرمو نمیدونم سیسیل اینا شمالی ها مثلا جنوبی رو قبول ندارن مثلا چه میدونم میگن که اینا یه جورایی چه میگم دهاتی یه همچین حالتی مثلا شمال مثلا میشه تورین میلان نمیدونم با خودشون هم چیز دارن تقریبا مثل فرهنگ ایران هم تقریبا پس آره آره اینا رو خیلی دارن یه خواب بیدار شده سلام ماما نگفتی که نه گفتم بیا تو تخت ما بخواب وقتی که خوابیدی بیانم از گفتی نه من میخوام تو تخت شما بخوابم بعد اومدی خوابیدی مامی گفتی نه دیگه پس پس من چرا میگی برو به مامی بگو میشه من ویدیو تموم کنم بعد بیام شما رو ماچه بوز کنم این تو حرف زنی من بشنم سلام ماما کن نمیشه هستم لیلیلی <applause> آره این شمالی ها جنوبی ها رو قبول ندارن جنوبی ها مثلا شمالی رو یه جورایی مسخره میکنن ولی خب مثلا م... آره خیلی خیلی فیسو افاده مثلا توی شمال ایتالیا خیلی بیشتره مثلا خیلی شیک پوشترن خیلی توی صحبت کردن قشنگ میفهمین که خیلی مثلا به حرف زدن و مثلا شیک حرف زدن ها اینجور داستانا ولی خب پایین تر که میگه خب خونگرم گرم به نسبه. یعنی واقعا مثلا خونگرمی حالا چیزای دیگه هم کنارش هست دیگه مثلا ممکنه زر هر بیشتر باشه چه میدونم اگه بخوای مخصوصا اگه بخوای کار کنی بیشتر مثلا بخوان چه میدونم یه زن مکار بودن هیل هیلگر بودن رو بیشتر احساس می‌کنی بهش میگی مثلا سونو فوربی ایتالیانی مثلا این مدل یعنی واقعا همونقدر که میگن خفن است م... ببین خیلی رو پیتزا میخوری گریه میکنی؟ ببین من واقعا مثلا چیزایی که تو ایران خودمونه خیلی بیشتر دوست دارم پیتزایی که تو ایران خودمونه غذای خودمون واقعا نمیخوام قلوب کنم ولی خب غذای خودمون رو بیشتر ترجیح میدم ولی خیلی خیلی رستوران ایرانی خوب هست اونجا م... توی روم یه دونه تازه باز شده مثلا 5 6 ماه خیلی 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 بهتر از بقیه است به نظرم ولی بگیم مثلا تاپ نمبر وان اینا من من نشیدم ولی خب اینه که رفته بودیم با بچه‌ها خیلی خوب بودش خیلی خوب بود به نسبت بقیه بعد زیبایی چی مثلا رامیری همه جا خوشگله یا اینکه مثلا نه معمولی و نه روم خیلی خوشگله ولی خیلی هم کثیفه تا خب، یعنی شما کسیف یعنی چی یعنی آدم هوملس می‌بینی یا آشغال رو زمینه یا بیشتر آش... آره مثلا آشغال رو زمینه مثلا خیابونا کر و کثیف‌ترن یه ذره هرج و مرجش زیاده به عنوان یه پایتخت ولی خب هوملس هم مثلا توی توی این استیشن مین استیشنشون اسکای اصلی مرکزیشون راهنشون خب خیلی اون برا میپیچن و هستن و اینا ولی با این خیلی به نسبت میلان خیلی کسیفتر و شلوختر و هر جا مرج تره ولی خب مثلا یه کوچهش مثلا مثلا مرکز شهرش مرکز تاریخیش میری یعنی یه کوچه میبینی یه دونه فاونتین هستش که مثلا مال شون 500 سال پیشه خودم خب آدم واقعا دیوونه میشه اینا رو ببینه خوشگل بودنش خیلی خوشگله مخصوصا جای اون جای تاریخیش پول چطوره چیزا ارزون گرون راحت میشه کار پیدا کرد پول و... مردم وضعشون کلا خوبه یا مردم گشتن. میتونم بگم متوسطن میتونم بگم نمیتونم بگم همه پول دارن مینالن مثلا خود ایتالیا یا مثلا از بعض, بعض کار و اقتصاد و حقوق ها و اینها خودشون هم خودشون هم میلانن می نالن حالا رشته ها خیلی متفاوته مثلا رشته ما خب اون جز اون رشته هاست که هم زیاد باید کار بکنی هم اونقدی به اندازه که کار میکنی هم درست به پرداخت پرداخت نمیکنن یعنی بیگاری هم خیلی زیاد ازت کشن چون تعداد معمارا مثلا تو ایتالیا خیلی زیاده بعد خب مثلا اگر تو نخوای یه دقیقه تو اون دفتر باشی میگه خب باش من الان درخواست میدم دوباره دو نفر دیگه میان یعنی واقعا همینم هم هست یعنی دفتری که من کار میکردم شاید شاید بگم نمیدونم توی اون دو سال نمیدونم شش 7 نفر هفت نفر من آدم میدیدم میرفتن و میومدن آدمای مختلف ها چه ایتالیایی چه هندی اسپانیایی برون برون برون. این و بر یه وعده غذا چنده اونجا مثلا اگه بخوای مثلا اگه بخوای یه بگیری چون هفت یورو ده یورو چیز خوب بخوری یه... مثلا ده ده یورو مثلا پیزا همینه مثلا هفت یورو شیش یورو جایی مختلف مثلا بخوای تیکی بگی میتونی مثلا یه دانشجو هم حتی با درآمد خیلی کم میتونه مثلا قدرت خریده نسبتا بدی, ند... نداره ولی خب با این حال مینیمم وید چقدره؟ کمترین پولی که یه نفر میتونه بگیره چقدره؟ کمترین کم ترین, ببین کمترین کمترین کار ساعت میتونه بگیره من به نظرم فکر میکنم مثلا 300 یورو باشه کمترین کمترین ساعتی نه نه کلا ماهی 300 یورو ساعتی میشه فکر کنم 5 یورو ساعتی 5 یورو اوکی ساعتی 5 یورو اینجا داره به 20 میرسه آره ولی خب مثلا اونجا اجاره ها و اینا خب خیلی بالا دیگه خب ها اجاره این... چنده مثلا این اینجا اجاره مثلا با 300 یورو 400 300 حالا نه مثلا 400 450 دیگه خیلی بخوای پول بدی 500 550 مثلا اینطور واو الان خونه خود چقدره من الان اینجا چون بورس برنده شدم مثلا من تو خواب من به من خوابگاه دادم الان یه سال خواب کام قبلا یه جا خونه داشتم خودم مای 350 یورو میدادم <تصفح> البته این خونه که میگم خون... این خونه استودیو نه مثلا یه دونه سینگل روم بگیری شما یه دونه سینگل روم بگیری نه خونه نه یه استودیو یه آپارتمان یه خوابه چقدره مثلا اون شاید بره روی 700 800 یورو شاید بره روی 700 800 اوکی. هزار یورو هم میره نه. ولی تو تو همیناست تو همین رنجاست بعد اگه بخوای بری توی بالای شهر گفتی تو تاسکنی اونجا چنده ام، اونجا اون مثلا شاید مثلا 100 یورو 200 یورو مثلا بیشتر باشه ولی خب روم و میلان خیلی شبیه همن چون دیگه روم هم خیلی مرکز مرکز چی میگن تا پایتخته و دو سه تا چیز داره دانشگاه داره و اینا به اندازه میلان برابری میکنه یه جورایی شاید میلان یه کوچولو گرونتر باشه ولی فرقی اونقدی نمیکنه ترافیک اینا چیزی زیاد داره یا معمولیه یا معلومه راه میرن این نه اینجا اینجا امکان مثلا دو استفاده کردن خب خیلی زیاده مثلا من خودم از اون اولی که اومدم مثلا دو تا دو چرخ گرفتم یه یعنی دو چرخ معمولی یه دو الکتریکی مثلا همش با دو چرخ میرم این بر. اه... هوا, من... هوا با... کلا خوبه بیشتر ه... روم هوا خیلی خوبه ه... مثلا مثل رشت میونه تقریبا نه سرد سرد بعد گرماش هم خب خیلی شرجی و واقعا تاقات فرسه خیلی سخته مثلا تو مثلا مثلا تو آگوست زمستونش سرده یا اینکه نه مثلا اوکیه نه اوکیه واقعا اوکی چون رطوبت بالاست مثلا فی رطوبت 80 90 درصد هم میرسه مثلا اینجا آره اینا رو داره بعد دیگه مثلا ولی خب مثلا اینجا اتوبوساش حمل و نقل عمومیش مخصوصا اتوبوساش خیلی بی‌نظمه مثلا سر تایم نمیاد به خاطر همین معمولا یا مردم از وسایل شخصیشون استفاده میکنن آنچه میتونه دو چرخه باشه موتور باشه اینا یا از مترو <تصفح> <تصفح> اینجا بس. مکسیموم سه چهار دقیقه عقب جلو باشه ولی اگه دو. زود بیاد وای میسته اگه زود باشه 20 دقیقه میاد دوازا هیچ بیاد، تا بیست وای میسته اونجا م. ولی اگه دیر کنه مکسیموم سه چهار دقیقه دیر میکنه نه اینجا شل... یه ذره زر... تو زمین های مختلف مقدار, یه یعنی مقدار شلخته هستش واقع. میدونی می من ایتالیا رو خب به خاطر فیلم ها و تبلیغ هایی که اینجوری زیاد دیده بودم خیلی فکر میگم خفنه خب بعد هرکی هر کی رفت اونجا و ما آمار گرفتیم بد میگفت از همه اه. چی بد میگفت میگفت کسیف دزدن دروغ میگن مثلا با دوست رفتن رفتم بیرون جلوی من جلسه تا پسر دوست سود میزنن میگفت گفت خیلی درداتی شده و من هر دفعه میشیدم بدتر و بدتر داشت میشد و می گفتم خیلی هم آدمای ایمیگرین اومدن اونجا زیاد شد اصلا دیگه احساس ایتالیا رو نمیکنی و من, من دیگه از تو بشنوم ببینم چه جوری این اینو بهت بگم داشتم سعی میکردم ببینم چه جوریه و تقریبا آره اینی که مثلا میگین آره مثلا من خوب من مثلا با دوستان بودم با دوستای دخترم که مثلا راه میرفتیم مثلا من بقلشم بعد میدم می مثلا یارو ممکنه زن داشته باشه مثلا خودشم با پارتنرش حالا هرچی که هست اون ولی مثلا داره به دوست منم نگاه میکنه مثلا من خودم یه ذره واقعا تعجب میکردم که این داستان از چه قراره ولی اینو که آره اینو من احساس کردم بعد اون که بخوان بخوان میگم من واقعا مثلا شخصا آدمی نیستم بخوام بعد چیزی رو بگم ولی خب یه فکته یعنی بعد میبینم که خب دور بقیه هم شنیدم بعد خودم هم احساسش میکنم فکر میکنم باید واقعیت رو آدم تا جایی که میتونه سریع بگه چیزی هم که من تجربه کردم تو کاری که کردم واقعا از بیگاری که واقعا از من بیگاری کشیدن یعنی من مثلا جایی بودش که با خلوص کامل رفته بودم که و مثلا تو دفتر کار بکنم هی خودم رو نشون بدم یعنی واقعا از خودم میزدم من یه جایی بود دانشگاه نمیرفتم بعد سر امتحانام من یه دونه امتحانو توی بالکن دفتر کارم دادم یعنی یه لحظه داشتم کار میکردم وایس دادم رفتم آنلاین شدم کنفرانس مثلا 20 دقیقه دادم پرزنت کردم و اومدم بیرون رفتم کار کردم اینجوری مثلا فکر میکردم خب طرف دیگه میبینه دیگه ولی نمیخواد ببینه مثلا مثلا تو کانادا ممکنه این نمیدونم این فرهنگ این که خب طرف چی میگن پروموشن بگیره نسبت به جایی که هستش بهتر بشه اینا رو بهش بدن نمیدونم این هست من چون تا حالا کار نکردم نمیدونم من میش که مثلا شما میتونی هی پروموت بشی ولی اینجا من تجربه شخصی من چون چیزی نبود این بودش که خب تا جایی که میشه حالا حتی حت اگه شده بهت بگه که خب الان میزان ساعتی که هستی کافی نیست یا نمیدونم باید نمیدونم از این ده تا اسکیلی که بلدی مثلا اگه یه ذره شو یه ذره رو ریپ بزنی ممکنه که بیچاره بشی یا مثلا بد باد رفتار بشه مثلا همه این همه ای داشتم ولی خب بیشتر بیشتر میشه گفتش که به خاطر علاقم وایسادم ببینم چی میشه و دیدم که نه مثل اینکه استراتژی همینه چون اونقدر اقتصاد قوی نیست هر پول پولدار باشن خب دوست نداره طرف خوب پول بده دیگه اصلا این یه سیستم شده دیگه آدما رو میارن میگن تا وقتی که وایس ازش بیگاری میکشی هر وقت فهمید بره نفر بعدی از... آره چون, چون تعدادم زیاده چون تدادم... باشه دیگه. آره. تعداد متقاضی زیاده بعد حالا مخصوصا بچه‌ای هم که میان دانشجو اینا خب دیگه میخوان یه جوری خب پول گرفتن از ایران آره. سخته بعد خب تو به هر قیمتی هست میخوای کار بکنی که فشار نیاد به خانواده ولی خب با رو داری میدی می دیگه یعنی این کالچره داره یه جورایی زورزورکی ساخته میشه از این طرف ماز تحت فشاریم از این طرف اونا خودشون هم این کار رو میکنن خب بعد دیگه زیر میزید دست دادیم به هم دیگه میگیم باش آبی بزن تو یه دونه بزن صورت هم. مشکل نیست پس تو کلا به صورت چیزی که میشنوم میگی کسی که میخواد بیاد طرف ایتالیا به حواسش باشه حسابی سخته به نظر من به نظر من مخصوصا بچههایی که مثلا میخوان کار تخصصی بکنن برای کار تخصصی مخصوصا بچههایی که حالا من بیشتر معماری رو میخوام بگم ام... کار چطور چی اگه بخوای یه ظرف بشوری رنگ بزنید چمن بزنی این چیزا ریخته یا نه اونام نه هستش اینا چون من سمتش راست شوخی نرفتم من مثلا میبینم بچه‌ها که فروشندگی میکنن مثلا حداقل مثلا ماه 1200 300 تا مثلا اینا میگیرن مثلا تو این جور که خب مثلا تو روم مثلا خورد و خوراک و رستوران و اینجور جور داستانا زیاده بار و فلان اینجور جور زیاده خب اگه بری کار بکنی بهتر از یه مهندس ممکنه حتی پولم در بیاری. ولی خب مثلا بچه ها میان اینجا معمولا که مثلا یه رزومه در بیارن تو کار تخصصیشون مثلا بخوان کار پیدا بکنن ولی ولی نمیخوره دیگه میزان وقتی که میذاری با میزان درآمدی که داری اصلا جور در نمیاد بعد ممکن اصلا رو مخت بره تو فقط میتونی با خورنمی زندگی کنی با اون کار در واقع آفرین آفرین فقط میتونی با خورنمی کنی یه <تصح> سری <تصح> اوکی با این داستان حواست باشه البته من خودم جز همون دسته بودم یعنی من خودم جز اون دسته بودم مثلا میگفتم علاقم به کارم یعنی واقعا مثلا به کارم علاقه داشتم و دیدم خب نمیشه دیگه واقعیت زندگی اینه که چقدر میخوای با این سیستم بری جلو So